مصاحبه های را که شما در سریال حقیقت تماشا می کنید از مسئولین ریاست تحقیقات جنایی است و داستان های واقعی می باشند. به خاطر جالب ساختن این مستند در بعض از قسمت ها از بازیگران کار گرفته شده است. نام معلی شا احمدی معلم هستم در مکتب متوسطه نمبر 19 جمال مینه و پدر احمد سمیر شهید هستم. چون یک چند روز پیشتر تاریخ 13 حمل بود که سالگیریشون کردیم در خانه یک سالگره تازه 7 ساله شده بود. و دندان نو تازه دندان 7 سالگی شد. همین روز شنبه یک روز پیشتر از این که مکتب بیه دندان 7 سالگی شفتیده بود. دندانش هم ما چون اولین دندانش بود ایره همون روز یک جای گوشه مانده بودیم و چون خود از این شهید شد دندان از دارد ما هم تو یادگار نگاه کردیم تالر هم پیش ما هست که تازه طفل ما یگانه بچه ما. تاریخ 11 سورم یا صبح وقت بسیار با یک علاقه زیاد با لباس های مکتبش با یونیفرم مکتبش از مکتب از خانه حرکت کردن و طرف مکتب با مادرش خداحافظی کرد و آمد و من خودم امروزه شد تا مکتبم می آوردم. صبح در جریان خواندن سرود ملی که در این مکتب ما زیاد امر روزه توسط شاگردها کار میشه و خوانده میشه اینجا زیاد با یک علاقه زیاده که داشت امرای طفلا ایره تکرار میکرد و میخواند. و زیاد یک بچه کمدی بود تو میخواست که هر کسی که پالوش بود هیچگاهی هر کسی که یک بار با سمیر یک دقیقه گپ میزد نگه او دوست رفیقش بود هیچگاهی او را فراموش نمیکرد. بسیار یک بچه اول نمره بود صنف اول هم چون سنش هم خورد بود صنف دو یا تانستن صنف اول هم اول نمره بودن صنف دو هم بسیار یک بچه بسیار با علاقه زیادتر به خواندن شعر و ادبیات و زیادتر به ریاضی بسیار علاقه زیاد داشت که به این سن 7 سالگی خود مکمل این تو سوال های را حل میکرد که تا سویه های صنف 4 و 5 سوالات و ریاضیات شما میفهمید. همه تو بسیار با یک علاقه زیاد آمادگی میگرفت. یک روز پیشتر از این که بیای از این که شهید شد روز جمعه که حادثه روز یک شنبه رخ داد روز جمعه یک مقاله ساخته بود. ترانه معلم علم دادی یاد ما را کرده ای دلشاد ما را دست ما را تو گرفتی کرده. قدر با علاقه زیاد ای کوشش میکرد که این مقاله را چون زیادتر هم بود حفظ میکرد کوشش میکرد و میره که هر لحظه که هر سطر از این مقاله را یاد میگرفت بسیار به خوشحالی گاهی به طرف مادرش و گاهی به طرف ما میامد که این مقاله را حفظ کردیم. زیاد علاقه به ای داشت حتی به می بود که کوشش میکردیم ما مویشه همون روز جمعه تراش ماشین میکردیم می بودیم ای را حتی به ما مانع می شود زیاد کوشش میکرد که بانک من همی مقالی خود درست حفظ کنم و بخوانم. بود ساعت 6:30 بجه بود که من امرای خود می رو به مکتب آوردم. بسیار با یک علاقه زیاده که به مکتب داشت که تازه ما می خواستیم که از خانه برایم. بسیار با یک علاقه زیاد از ما کدت بسیار فاصله گرفت زودتر و بسیار با یک تیز آمد که باش من از همین فایل وقتی که من مقاله می خوانم از همین پس نمانم. و ساعت 6:30 بجه که حتی صبح چای هم نخورده بود یک گلوز چای چون زیاد کوشش میکرد طرف مکتب بیا. روز شنبه هم همی حالت داشت که این مقاله رو بسیار خوبش خوانده بود سر فایل سر معلم صاحب ما برش یک توفه ای داده بودن. بسیار با یک حالت خوشحالی داشت کوشش میکرد هر روز یک چیزی خوبتر یاد بگیره. وقتی که من از اداره مکتب میبرامدم
از بین جریان درس هم از اون حالت که آخرین بار که کدمه خداحافظی کرد و عادتش بود با مدرسایش خداحافظ پدر مصروف کار بودم که تو یک زنگ بسیار یک نمبری که هیچ ناشنا بود برای من یک زنگ آمد و همه تو بدون کدام مقدمه که کسی امرای من کدام سلام علیکی کنه و یا چیزی بوه فقط همه قبر من گفت که بچه ایت ما اختطاف کردیم بچه ایت پیش ماست بیوی که پیش پلیس و یا پیش امنیتی مراجع امنیتی و ارتباط نشه بیوی بچه ایت پیش ماست این همه تو یک من بسیار همین گفت عادی بود من گفتم گویا کس کرده من شوخی میکنم همه اگه من تو باز اگه نمی باز کار رو خوب نمی کنی دیگه پشیمان میشه کی هستی خودت؟ چی میخوای کجا هستی تو؟ نشناختم شما رو کی هستن؟ کی هستی گفتم خودت چی کار داری؟ بچه من رو تو میشناسی یا نمیشناسی؟ بچه من کدام شناختی داری؟ نداری؟ کی هستی؟ من تو میخواستم که همراه من گپ بزنه که کی هست؟ حتما از کسی هست همراه من شوخی میکنه دیگه اینو میخواه گفت که فقط اینو میخواه گفتم برای تو تلفن قید خاموش داخت و من که دیدم این نمبر تلفن من گفتم حتما کسی هست مرا همراه شوخی میکنه این گپه که من برای نا گفتم دوباره به می شماره تلفن به تماس شدم زنگ زدم این خاموش بود اگرچه که من از تهدیدشان واقعا یکم ترسیده بودم اما اول که نخواستم یه جای مستقیم زنگ بزنم اگرچه که نفرهای پایین رود بعد اوزه هم کسی را می بود که زنگ می زنم میاد امنیت ملی اول خودم هیچ تصمیم گرفته نتونستم که با پلیس گپ بزنم و زود وقتی که من با مکتب تماس گرفتم آمر سمی مکتب ما با جریان شدن همین موضوع رو که باشم گفتم که سمیر جان طالب خانه نرسیده و از مکتب هم بر آمده معلم صاحبشان گفت که تا دان دروازه مکتب هم من سمیر جان امرایی کردم وقتی که بر آمدن ما که برای آمر صاحب مکتب بجان شدم آمر صاحب موضوع جدی گرفت گفت حتما باید پلیس ما خبر کنیم از این موضوع با جریان بگذاریم که وقدر دیرم نگذاشته بود ما زود بریم اوزه سوم امنیتی پلیس در جریان موندیم که تا من را متوجه شدم که تا ای که ما هنوز یک دو دقیقه سه دقیقه از تلفن ما نرس نشده بود که برای اوزه سوم امنیتی پلیس زنگ زدیم خود عامر صاحب جنایی اوزه خودشان و پیش مکتب حاضر شدند حالت وحشت زده بودم هیچ اصلا نمیفهمیدم که چی کنم برادرای دوستای ماماهای سمیر جان یا بیچاره تپ و تلاش زیاد میکردن هر کسی را هر جایی که فکر میکردن که شاید کجا باشه یا چه قسم با تلاش بودن خود حوزه سوم امنیتی پلیس بسیار واقعا بسیار فعالانه کار میکردن هر جایی متوجه بودم چون خودم هیچ با حالت خود نمیفهمیدم روز اولم هیچ پسان آلی یکان بار یادم میاد که با می سر چارایی پیش وزارت سرات در روی سرک یک جای تو چاقت کرده ششته بودم و چون سه نمبر تلفن یک نمبر تلفن خودم یک نمبر تلفن مادرش و یک نمبر تلفن مامایش سمیر جان با حافظه خود داشت و من همین سه تلفن هم تو پیشم نگاه کرده بودم منتظر ازی بودم که گویا کسی شاید البته چیزی درخواست داشته باشند پیسه یا پول زیاد منتظر ماندم یا هیچ کدام چی نشد و روز دوم میشم چون شب تا صبح هیچ سرعت نکردم اما تا صبحش که بعد از نماز برآمدم اینم سر چهارایی شیشته بودم منتظر تلفن دیگه کسی زنگ نزد ساعتای اولی ساعت یک بجه بعد از ظهر بود که به ما ادلا رسید که یک پسرک 8 ساله شاید صنف دوی مکتب جمال مینه است امی اختطاف شده این آمریت جنایی حوزه سی به ما ادلا داد امی طفل خورده که ما شنیدیم نامش بسیار تکان خوردیم که طفل خورد چطور اختطاف شده کل جنایی کابل هزارات نمبر یک دادم از زوزا گرفته تا قرارگاه کابل
باید طفلک پیدا شود. خب شبکه‌های ما که در طرف است اینا کار خدا شروع کردن. عصر همون روز از یک همکار با ما تلفن کرد، گفت رئیس صاحب. ما گفتم چی؟ گفت ما اینمی مشخصات را که تو میگی در چیز دیدیم در خوشحال مینه که اینمو تو بچگه کتی وی پیش میرفت میدوید خنده میکرد. بسیار گفت بسیار با خوشحالی اینمی مشخصات را که تو میگی. و این دو نفر بچه هایی که در سنین شاید 18, 19, 16, 17 گفت دو نفر که در همی سن همی بچه ها گفت کتش میدوید. گفت لیکن ما که این را به خاطر به این برای تو گفتم که ما شک دهی کردم که همی بچه یک پرسان میکرد که ایجا کجاست؟ اوجا کجاست؟ گفت بازی ها میگفتنش این ایجا کجاست؟ گفت میگفت لالا ایجا کجاست؟ باز ای گفت باز برش میگفت که ایجا این ایجا هست حتی یکان تاش غلط برش میگفت. اینجا بودی سنگی است سمیر جون بودی سنگی بیر دقیق ما بود که از کجا دیدی بچه ها که همی دو نفر در ایجا بود. ای از مؤخر کوچه خوشحال خان مینه کوچه بود از مؤخر کوچه ما را آورد تا سر کوچه. گفت ما دینمی جا دیدم میشه همی خانای از یار یکه یکه ما دیدم آیسته که بچه را میدیدم میفتیم از توی اثر گراش بیبی با وجودی که کار از لحاظ قانونی درست نیست لیکن ما با تشویش بودیم ای بچه که خورد بود باید ای پیدا میشد. ما به پدرش تلفن کردم گفتم که امی کسی در خوشحال خان مینه کدام خیشای شما اینجا زندگی میکنه؟ من این فکرم گشت که این بچه را که بردن خود طبیعتا این بچه ها که فریب دادن باید برده باشن چون نموشه که به دل خود میرفته عد صدم کسی گفته یا مامای تستم یا کاکای تستم بیا قدیمه طفل از دیگه طفلا زود فریب میخوره. پرسان کردن که امی سکونت اصلی ما را پرسان کردن که از کجا هستن چه قسم اما قریه تان چی نام داره موضوع خود از پیش مپرسان کردن اگرچه که من بسیار تشویش شدم که چطور تو رئیس های با این گفت از من پرسان کردن. اما پدرش به من گفت که نه گفت خوشحال خان مینه هیچ کس از ما نیست اما کسی که همکار ما بود مشخصات از او را داده بود. گفت من دمی آخر از این کوچه که بر آمدم گفت یک عسکر هم دیدم که لباس عسکری در جانش بود. ما معلومات کردیم که عسکر کجاست؟ گفتن والا همه تو یک عسکر است سابق خانه شندهیجه بود حال در یک جای دیگه رفتم لیکن فعلا در حوزه 13 عسکر است. وقتی که من خواستم ایر من در تلفون خواستم که بیا که کارت دارم که ما برای تو یک شکل یک بانه اپراتیفی ما میگیم این بسا به جرات آمد همی آمدن به جراتش فکر کردم که باید گناهکار نباش اگه مجرم میبود دیگه میبود خیلی قدر زود کردن نمیامد. گفتم تو ایجا چی میکردی؟ امیجا سابق گفت همسایه بودیم آل از ایجا رفتیم گفت همیجا آمده بودم گفت یکی از این بچه های همسایه را سرش پیسه داشتم از سابق خواستم که پول از پیش پیسه خودا بگیرم. خب گفتم ایجا چی میکردی؟ گفت این همسایه ماست. گفتم ایجا خانه کی هست؟ گفت والا اینی خانه فواد است. گفتم ایجا چی کار را گفتی ولگرد است. گفتم ایجا از کجا هست؟ گفتی از غربت است. آه گفتم خب سیس آزو لکتابچه خود نیاداش کردم با آباد از قربان. بعد این خانه کی هست؟ اونو خانه فرشاد هست، این رفیقش هست، او طرف سنک این خانه از اوز در پولیس هست، این خانه از اوز صاحب منصب هست، این خانه عزیز معلم هست. خب ما چون امی آدم از قربان بود این گفت بسیار جالب هم آمده بود. امی همکاری که به من ادلا داده بود این رو من در یک موتر دیگه خواستم گفتم تو از این آتر شو ما همون نفر را که تو میگی که بچه اگر کدش دیدیم که ما هم سر از او شک دارم امیر ما میکشم از خانهش به یک شکل تو بی کمی هست یا نیست. این بچه را که زمانی که پلیس ها گفتم تختخ بود در آزر همی پلیسی که رفیق قضی بود از عوضی 13 گرفته بودمش این تختخ کد که تزی بر آمد ما از رای دور سیل میکردیم. زمان که همکار ما از رای دور رسید سیل کرد و گروه تعقیبی کدیمه بود در مخابره به من گفت که همکار ما میگه امو هدفی را که شما در نظر داریم که قبلا در این کوچه ای دیده با تفلک همی بچه است. بسیار آرام قدی از کرده موتر شان داشت آور نمش دیم. خب اینجا که رسیدیم گفتم تو از کجا هستی؟ گفت از غربند هستم. از کجای غربند هستی؟ از قریه خدا نامونده. آجل با پدر بچه ها که تلفون کردیم گفتم شما از کجای غربند هستی؟
ما از اینجا قربانی هستیم. همین جایی که این بچه گفته بود. و چون یکی از همین دوستای ما که بوده از همون تذکیره اونا را که دیده بودن که همین قاتل با همین ارتباط ایرم کشف کرده بودن که از همین دوستای ما هست یکی از این قاتل ها. وقتی که ما در قماندانی رسیدیم و همکار با ما گفت و اون بچه دومی شام گفت از پیشونی ما تیر شد گفت تقریبا تاریک بود گفت همون تو قیافه بود. ما این بچه را گفتم ما تو که در پیشونی ما آمدیم و بچه که روباروی ما در موتر آمد او ندید ما را من تا تیر شد گفتم او کی بود گفت فرشاد از رفیق ما است. خواسته ایست که فرشاد از رفیقت است حال تو حقیقت بگو این بچه که تو گرفتی تو از اوجه بردی و یک خون سرد و آرام است که تو فکر نمی کنی که کدام اختطاب چی باشه یا کس را ما کدام دفعه میگه مرد اوزا آوردن ما بسیار خوب آدم هستم ما در فلانی جای کار میکردم درس میخوندم اینطور است اینطور است. خب باز شک میکردیم نام پدر بچه که گفتم یکی است بچه کاکای پدرم است. ما یک دفعه گفتم در دل ما گشت که بچه شاید زنده نباشه گفتم او بچه تو راست بگو ما میفهمیم که تو بچه هک زنده نیست پیش تو نیست. یک دفعه تغییر کرد ای گفت من راست خدا نگم همی کار را گفت ما کردیم لیکن دو نفر دیگه گفت در سرای شمالی است به نام نازاغا و سردار اینمی ها به من گفتن از پنج شش ماه قبل ما پلان داشتیم که این بچه هک تو اختطاف کو بعد از او به ما تسلیمش کن. ما میدانیم کارم. گفت این بچه که ما اختطاف کردیم از پیش مکتب گرفتیمش. همین شوی ساعتای 11-11:30 از یه حرکت کردیم رفتیم دو نفر دیگر از سرای شمالی گرفتیم. پایانتر از سر کوتل. اینا را گرفتیم وقتی که یار آوردیم در اینجا یک حالت دیگه در تحقیق شکل دیگه پیدا شد. گفت برادر اینمی نفرا دیروز گفت پیش ما آمدن دیشب. و ما گفتن که ما این بچه که اختطاف کردیم یعنی اینی تلفونش اینی تلفون ما رو بگی اینی نمره پدرش و پدرش زنگ بزن لیکن گفتی بچه که اینا کشته فواده گفتیم تو چرا کشتیش؟ گفت ما کشته باشم همی دو نفر کشته یعنی یه قدر او سن خود یه قدر به اصطلاح محیل و فریبکار و دروغگوی بود که یعنی مستنطقین ما را به چالش کشیده بود. گفتیم حالا میریم فرشاد میگیریم خود تا حرکت کردیم که طرف خانه فرشاد گفت خیال ما حقایق هم میگم ما گفتم بگو خیال حقایق چیست لیکن گفت که تو تنها میگم ما گفتم خب بیا کردیم در اتاق دیگه رفتیم گفت ما همی بچه ها که گفت آوردیم از اوجه گفت ما منظور ما چون همی ناز آقا و سردار از قبل ما یا فلسکاری گفتیم کوچی ما میکردن از قبل ترایی داشتیم که همی بچه ها که باید پلان تره کرده بودیم که ایر اختطاف میکنیم پدر ازی غیر ازی که معلم بود در بانک هم کار میکرد باز بیا تسلیمش میکردیم باز از پیشش پول میخواست. این روز ما و پرشاد که همسایه ماست با تنهایی بر آمدیم رفتیم در لیسه جمال مینه بیا بریم امرای من پدر در خانه ماست در 100% خواسته کار داره بیا که بریم کیک هم خانه که آوردیمش که ما را ترس گرفت که حالی کس نفهمه افشا نشه با
نما اتاق ما گفت به این بچه یک تایپ روشن کرد گفت تایپ ها گفت بازی میکرد ده تایپ بازی میکرد خنده میکرد که این مصروف بازی های تفلانه و تفلایی که سن اقتضای سنش هست خبرم کجاست؟ گفت گفت یک دفعه گفت ما گفتم باید دیره بکشی تایپ هم بلند کردم که در اون خانه گفت مادرم شان جایی رفته بود گفت که کس نشنوه صداره همسایا گفت چیز از یک طرف دسمال ما گرفتیم از یک طرف دسمال فرشاد گرفت این بچه اگر کش کردیم تا که بالاخره این بچه یک چیخ زد و جان داد فرشاد گفتم برو یک بوجی بیار این رفت از خانه خود یک بوجی را آورد این بچه که در بوجی انداختیم باز این در یک کراچی ماندیم بردمش این پولیش که ویرانه بود اما ویرانه را که من گفتم چندین نفر تیر شده بودم از پیشت تا سیلام کرده بودم بردیم در کراچی باز مردم فکر کنه که اگان جنگلی های چیزی که هست این را کشیدیم در بوجی است این گفت از سر دروازه پایان انداخت باز گفت پس از راه دیوال خود کتی فرشاد چون دیوال از این پالی از یا بود گفت زینا را ماندیم رفتیم اوجه را به اندازه چند سانتی یک بیس سی سانتی کندیم این بوجی بچه یک که بود دهش انداختیم بکسکش سرش ماندیم باز سرش خاک انداختیم بو شوا شو رفتیم فرشاد را گرفتیم فرشاد رو باری خانه شد در آمدیم یک خانه دو منزله بسیار سه منزله بسیار مجلل رو. پدرش مشم سیر گل می فروخت یا چی و ابو پدرش هم کتی ما آمد گویا من گفتم کدام افتخار نداری بیا خی تو حالی تو بچی بی تربیه تربیه کدی بیا ببینیم که چی میشه آمدیم امی جایی را که بچه ها که دفن کده بودن دیگه تیم بررسی ماست تعقیب ماست پرسونل کشف ماست تیم عملیاتی ماست سهر روشن کردیم تدرین جرا خاکار را که این پس کردیم بحث بچه ها. بکس این بچه که بکس یک دیده این فکر بچه های ما کلش نارام شد که بکس این رقم بعد از او کیره پس کردیم دیگه خاک پس کردیم بوجی برا که باز کردیم بوجی را که بچه یک که تو فقط که خو باشه اما چیز همی از پیران اما پیرانک آبیش چیز بدلونکش آبی جرابکایش کالای پاک صفا در جانش جرابکایش در پایش یه تو فکر میکردی که خب است لیکی نشککا در چشمش یعنی یه قدر اینا بیرحم بودن که تفلک گریه کده مخوشهید پاک یه چشکش هم خشک نشده بود یعنی هر کسی که ما در اونجا بود فقط گریه میکرد یعنی در ظرف 36 سال من یه بچه که پیدا کرد لیکن در تمام زندگی خود نخواد ما خودم ببخشم به اینی خاطر این قضیه که اگر قلن ما امی اول قضیه میرسیدیم شاید تفلک زنده می بود چی جدیتی که کار کردن جسدش برای ما پیدا کردن همی که قاتلینش بسیار بالموقع و تمام شد که هیچ کدامشان نتونست از پیششان فرار کنن مکمل این برای دستگیر کردن گرفتن انشاءالله و مراجع عدیم قضایی این رسی کردن فضل الهی شاید و جزای اعمال خود برسن